همیشه میگم تو کلاس های درس هم میگم، میگم من با جنگ زاده شدم. خونه ها اشتراکی بود، تمام همسایه های ما میزبان حداقل یه خانواده جنگ زده بودن. دهلوران که جنگ زده شدن اومدن آبدانان، تمام شهر دهلوران اومد آبدانان. برام سوال پیش اومده بود که جمع شدن این همه آدم از فرهنگ ها و اقوام مختلف اونم زیر سایه جنگ باعث اختلاف و درگیری نشده؟ من هیچ وقت به یاد ندارم مثلا تو رقابت های قومیتی انتخاباتی هم توی مناطق ما خیلی پررنگه، ولی دوران جنگ حتی تو مدرسه که من میرفتم و همین بچه های جنگ زده هم بسیار زیاد اونجا بودن، ما اختلافی بینمون باشه بگیم ما آبدانانی هستیم شما دهلورانی. چشمامو میبندم و یه دختر 8-9 ساله رو توی اون شرایط توی ذهنم تصور میکنم. همش داریم تمرین میکنیم، همش در حال تمرین هستیم که این اگه آژیر قرمز به صدا در اومد، تو دانش آموز باید سریع تخلیه کنی و بری تو پناهگاه پناه بگیری. میگم به خاطر همینه ما با جنگ زاده شدیم و جنگ خیلی پررنگه و در نهایت هم طعم بمباران. توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. اون روز رو کامل به یاد دارم، سوم دبستان بودم، 26 اسفند 1366 خود شهر آبدانان بمباران شد. یه دفعه دیدم یه صدای مهیبی اومد، به آسمون که نگاه کردیم یه دود خیلی غلیظ سفیدی تو آسمون بود، خیلی غلیظ. گفت که بمبارانه. داریوش منزلشون دقیقاً کوچه پایینی همین کوچه ای است که اولین بمباران آبدانان توش اتفاق افتاده بود. از خانم دکتر میپرسم چطور از دل چنین شرایطی آدمایی مثل خودش و شهید رضایی نژاد رشد میکنن و درس میخونن و قد میکشن و بالا میان. هر سختی مقاومت رو در درون آدم در واقع تقویت میکنه. من از این باب به جنگ نگاه میکنم و اون خرابی هایی که جنگ ایجاد کرده بود، این که باید این اصلاح بشه، درست بشه، برای همه ما انگیزه ایجاد کرد. برای پرسیدن سوال بعدی مرددم. در نهایت اما به تردیدم غلبه میکنم و میپرسم چرا باید توفیق شهادت نصیب کسی مثل داریوش رضایی نژاد بشه؟ شهادت اتفاق بسیار بزرگیه، ولی یه فقدانه برای خانواده شهید، یه فقدانی که باید باهاش کنار بیایی. در مورد داریوش که فکر میکنم، میگم که اگر به دلیل ویژگی هایی داشت که حالا بهش میپردازم، اگر مرگی غیر شهادت نصیب داریوش میشد، من حس میکردم خسرانه و همه چیز رو باخته. به خاطر هم و این خیلی منو آروم میکنه. اینجای بحث که میرسیم، خانم دکتر میره سراغ یادداشت‌های شهید. میگه من امروز یک شنبه 19 مهر 1377 کار رسمی خود را در، اشاره نمی‌کنم بهش، آغاز کردم. خدایا تا کنون فقط تو یاور و همراه من بودی. بعد اشاره می‌کنه، میگه من بنده خوبی هم برای تو نبودم، ولی تو همواره خدای خوبی برای من بودی. بمان مرا یاری کن. خداوندا توی پروردگارم، همه از توست یارب آنچه دارم. یکی اینجا، یکی هم در واقع این اولین روز رس آغاز به کار داریوشه. نه از رومم یه شعر نوشته، نه از اقوام چینم دهاتی زاده ای چادر نشینم. خیلی افتخار میکرد به اینکه در واقع در عشایر به دنیا اومده. ترکهای عمیق زخم داسم به روی دستهای خوشه چینم. همیشه میگفت دستای من کارگریه، با افتخار اینم میگفت. حالا آرمیتا دیشب اینو دیده، میگه مامان این تو رو یاد چی میندازه؟ گفتم یاد چی مامان؟ گفت که شبیه اسم بابا رو سنگ مزارشه. راست میگه، خیلی برام جالب بود. بین مشغله این روزها حرف زدن درباره شهدا تنفس تو حال و هواییه که ترس و حزن و اندوه رو از دلها پاک میکنه.
خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. چون صبا با دل بیمار و تن بیتاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم، به هواداری او ذره صفت رقص کنان تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. شهیدان به ما میگوین و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این راه راهی است که خوف و حزن ندارد، ترس و اندوه ندارد،